به حضور رفقای خودم عرض ادب و احترام میکنم دوستان امیدوارم که سلامت و تندرست باشید در هر کجای دنیا که هستید و ایام به کامتون باشه بامداد پنجشنبه هستش من توی سود پلاس میخواستم درباره رامین رضایان صحبت بکنم کسی که واقعا اون ها موندن که اینو این بنجل چیکار بکنن یعنی دو سه روز من الان دارم بینم یکی از لیدرهای اصلی باشگاه استقلال به دفعات لایو گذاشته و داره اشاره میکنه با سند و مدرک هم داره میگه آقا ما یه آدمی رو آوردیم تو تیم که 2000 نمیارزه 120 میلیارد نه تنها ایشون توی بسیاری از صفقات من دیدم 120 میلیارد قرارداد این آدمه و این بازی کنه با که سی سی و نزدیک 30 35 میلیارد فقط پول اولیه رو گرفته از استقلال توی فوتبال برتر دیدم که محمد حسین میساقی این خبر رو اعلام کرد تو چندین سایت دیگه هم دیدم تو صفحات مجازی هم دیدم من اینو و ببینید موقع که یه چیزی وجود نداشته باشه قطعا مطمئن باشید که این اتفاق نمیفته و صحبتی نمیشه و بلا فاصله هم باشگاه استقلال تکسیب خب باشگاه استقلال باید تکسیب بکنه با چون نمیتونه بگه آقا ما یه همچین بونجولی رو نزدیک 120 میلیارد پول دادیم چون موقع که تایید بکنن صدای همه بازیکنان استقلال در میاد مطمئن باشه صدای تک تکشون در میاد و مگه میشه یه بازیکن بیا 120 میلیارد قرارداد ببنده یعنی نزدیک چقدر من دو میلیون دلار چقدر یه پولی این مدلی گرفته بعد الان یه جوری شده که این بازیکن یه پای شکستای تیم استقلاله توی دربی توی بازی با زوباهن تو بازی همین انصر یعنی عملا استقلالی الان دارم میان یعنی آقا ما کاش همون ساله هر دنیا رو نگر میداشتیم که حداقل اون میتونست تو 90 دقیقه سه بار بره و بیاد یه بار توپ خراب کنه الان همه تیما کاملا پاشناشیل استقلال فهمیدن چی و میگن یعنی آقا از پشت رامین رضاییان یعنی بنازید برید اونجا اتوبانه چون این بازیکن سنش هم رفته بالا میره جلو بعد دیگه بر نمیگرده پشتش هم خالیه و کار تمومه واقعا استقلالی الان به این جمبندی رسیدن من نمیدونم یا های موسیمانه چی کار میخواد بکنه با این اوتوبانه چار بانده و اون آدمایی که جشن و پایکوبی این گرفتن اون زمانی که رامین رضاییانو خریده بودن فکر نمیگردن که به یه همچین روزی بیافتن رامین رضایان بغیر از مسائلی که تو فوتبال داره مهمتر از اون تیم خراب کنه تیم به همزنه مدیرامل قبلی سپاهان هم ای آذربایجانی اشاره کرد که رابطه خوب بازیکنان دیگه سپاهان نداشته و تو رابطه برقرار کردن مشکل داره چرا به خاطری که خودشو بالاتر از اون حساب میکنه زمانی که یه بازیکن بخواد خودشو بالاتر از تیم حساب بکنه و بالاتر از بقیه حساب بکنه و یه وی برای بر خودش در نظر بگیره همین اتفاق میفته ببینید من یه مثال براتون میزنم شما بازی انس رو استقلال رو نگاه بکنید کریس رونالدو من توی بخش بررسی تیت های روزان ورزشی هم این موضوع رو گفتم واقعا یه کلاس درس و در, درز زمین پیاده که یه درس جوان مردی رو یه استوره و یه فوق ستاره به نمایش گذاشت که چند ثانیه بیشتر نبود اما واقعا بخوای حساب بکنید این میتونه اصلا یه کلاس درسی واسه همه باشه زمانی که بازیکن استقلال مصدوم شده بود داشتن از زمین می بردنش بیرون اومد به دست سر بازیکن استقلال کشید و دلداریش داد ببینید توی بالاترین سطح فوتبال دنیا یه آدمی مثل رونالدو که دیگه افتخار نیست که کسب نکرده باشه چه در تیم ملی پرتغال من یونایتد رئال یوونتوس و همین انس میاد و به بازیکن تیم مقابل دلداری میده دست به سرش میکشه و براش آرزو موفقیت میکنه ایناست که امسای رونالدو و مسی و اینجور بازیکنان رو در دنیا یونیک میکنه یکی میکنه یعنی مشخص میشه که فقط فوق ستاره توی فوتبال نیست توی بیرون از زمین فوتبال و توی پرنسیپ هایی که برای آدم ها در نظر گرفته میشه اونجا باشن اما یکی مثل, یکی مثل رامین رضاییان موقعی که خودش تیم به هم زنه خودش تیمو داره به هم میزنه و خودش پاشناشیل یه تیم میشه آقا شما فوتبال که بازی نکردی این فصل استقلال عملا, عملا, عملا در جناه راستش با بودن رضاییان تو بازی ده نفره است اینو تو چندین بازی هم ثابت کرده موقعی که یه بازیکن خودش رو چنان باد بکنه که بزرگتر از تیم نشون بده همین میشه 120 میلیارد قطعا قرار داده ایشونه مطمئن باشه کسی که از سپاهان میاد بیرون میره تو استقلال با سی چل میلیارد نمیاد اینو شک نکنه تو این قضیه مدیر عامل سپاهان هم داشت میگو برقی از سایت هم همون زمان داشت هم میگفتن اما استقلالی تو خواب بودن فکر کردن که الان یه سوپرمن رو گرفتن و یه شعر ساخته بودن که رامین رضایان عشق تیم ماس و سخلصه ما آرزو داشتیم بگیریم الان خودشون فهمیدن که آقا این بازیکن تیمشون رو عملا ده نفره کرده و تیمشون رو به هم ریخته شما توی دو تا بازی آخر نگاه کنید ایشون با بازی با مرداد و محمدی با یکی دو تا بازیکن دیگه درگیر شد در زمین خب به خاطر همین کارا بود که پرس تو پرسپولیس برانکو وانکوویچ با اگر این بازیکن طلا هم باشه من نمیخوامش به خاطر که تیمو به هم میریزه خودش بالاتر از تیم میدونه و مطمئن باشه موقعی که بازیکن خودش بالاتر از بالاتر از تیم بدونه دیگه اون تیم تیم بشو نیست چرا؟ چون سرمربی داره بهش باج میده سرمربی بزرگ کسیه که بزرگترین بازیکن هم موقع که میخواد برای تیم به بخش گور برخصوی یا برای تیم بزرگتری بکنه از نگاه خودش بلا فاصل گریبان بازیکن رو بگیره پرتش میکنه بیرون مگر سرکس فرگورسن نبود دیوید بکامو چه بلای سرش رو جلوی همه بازیکنا کنه کفش و پرت که سمت صورتش یا کانتونا یا رویکین یا بازیکنهای دیگه یعنی اصلا شوخی نداره شما من دیگه گنده تر از اسمایی که من آوردم هستید گنده تر از بگی بزرگتر از امثال علی دایی خدا داده عزیزی علی کریم کسادی عزیزی اونها که این همه تو فوتبال افتخار داشتن اینجوری تیمو به هم نمیریختن برای خودشون وی آی پی درست نمیکردن تو اندازه این صحبت رو نیست که برای بقیه بازیکن تکلیف میکنه یا تیمو به هم میریزی و میخوای جایگاه سرمربی رو داشته باشی شما موقعی که به یه بازیکن اینجوری باج بدی دیگه نمیتونی در تیم بهش دستور بدی موقعی که با سلام و سلوات میای سی میلیارد پول بی زبون و پول بیت المال رو بهشون میدید آقای سردار شهریاری آقای فرشید سمی و اون جواد نکونامی که ایشونو فکر کرد قله ها رو فتح کرده بعدش ایشونو اوورد الان نمونهش دیگه سه تا بازی رو برای استقلال در آورد به صورت چی؟ به صورت استقلال با صفر امتیاز رفت بیرون دربی بازی زوباهن و بازی هرنسه عربستان الان هر تیم محلی هم بخواد با استقلال بازی کنه کاملا پاشناشی استقلال رو میدونه چیه اونم بازی کنه کم نه بازی کنه مثل آقای رامنی رضاییان فکر میکنه الان چه خبره و از آسمون یه سوپرمن افتاده در استقلال تماشاگران و هوادار استقلال هم اینو فهمیدن لیدراشون الان فهمیدن داستان چیه و نمیدونن که با این بنجل چیکار بکنن بعض بسیار در باشگاه استقلال خرابه و من مطمئنم آقای موسیمانه اگر میخواد در این تیم حکمرانی بکنه و سرمربیگری بکنه و بتونه تیم رو به سمت بالا هدایت بکنه باید شمشی رو برای بازیکنای امسال رامین رضاییان از رو ببنده این کار نکنه مطمئن باشه در تیم نمیتونه جا بیفته و پرونده این سرمربی رو میبندنش شک نکنه تو این قضیه رامین رضاییان بازیکنی که به راحتی آب خوردن اگه فضا داشته باشه تیم رو به هم میریزه و به صورت باند اون تیمو نابود میکنه همین کار رو در استقلال داره میکنه بزرگتری چی؟ شما در این حتی نیستی بزرگتری از نگاه خود رامین رضایی نه که مثلا بزرگتری بکنه بیاد اون شخصیت کاریزماتیک داشته باشه بازیکنان حرفش شنه نه اون کارهایی که خودش دوست داره منویات خودش و در نهایت میخواستم بگم که آقا شما موقعی که با چهار تا بی سواد میره خرید موقعی که مدیرانتون امثال فرشید سمیه و مربیانی مثل جواد نکونام دارید دیگه نباید به دشمنان بیرونی فکر بکنه اونا خودشون 100 تا دشمنان برای تیم استقلال دم احمدتون گم شب و روزتون خوش لطفا کامنت برام بنویسید منتظر کامنتاتون هستم شیر بکنید تو افیشیال رو برای دوستاتون بفرستید سفر رو و دوستان سابسکرایب بفرمایید تا ما بتونیم در خدمتتون باشیم مایی که میگم من و دوستانم چون ما یه تیمیم داریم کار میکنیم البته با همراهی شما بزرگوارم دم گم